ببینید پشت روش پخته شده، شکمک میده شد. یاری طرف میمونم. این هم نانای چپاتی که آماده کردیم دوستا. السلام علیکم بیننده عزیز، خوش آمدین به چینل خودتان. خوشحال هستم که با یک ویدیو جدید در خدمت شما خوبا قرار گرفتیم. بیننده عزیز، ما که ویدیوی قیماق وطنی رو مانده بودم، دوستای ما بسیار زیاد درخواست کرده بود یک نان را که پخته کرده خمیرش هم بر ما نشان بده. خمیر نان چپاتی را امرا با شما عزیزا امروز میخوایم که با هم دیگه خمیر کنیم. و این خمیر نان چپاتی را میتونیم که داداش خوب پنجکشای وطنی هم پخته کنیم. تا اینکه بریم طرف شروع کار دوستا، فراموش نکنید دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنید تا هر باری که ویدیو جدید میمانم اولین کسایی باشید که ویدیو رو میبینید. پس قصه کوتاه، بریم که با هم دیگه خمیر نان چپاتی را گرد کنیم دوستا. اینم از موادای لازمی که در تصویر میبینید. موادای لازم امینان چپاتی را میخوایم براتون یادآور شم دوستا. 2 کیلو آرد، 1 گلاس روغن، 1 گلاس شیر، نمک به میزان لازم، هر چقدر که نیاز باشه دوستا میتونیم استفاده کنیم در خمیر، 1 قاشق غذاخوری خمیر ترش یا مایع خمیر و همچنان آب دوستا، آب ولرم یا آب شیرگرم. اگر 1 کیلو آرد اضافه کردین میتونین که 1/2 گلاس روغن، 1/2 گلاس شیر اضافه کنین. اگر 2 پاکت انداختین یا 2 کیلو آرد اضافه کردین خمیر کردین، میتونین 1 گلاس شیر، 1 گلاس روغن اضافه کنین. اگر 3 کیلو آرد خمیر کردین میتونین 1.5 گلاس روغن، 1.5 گلاس شیر اضافه کنید. یعنی در هر کیلو ما 1.5 گلاس اضافه میکنیم. من جالی 2 کیلو آرد گرفتیم، 1 گلاس روغن، 1 گلاس شیر. امروز میخوایم که امرایش خمیر کنم. در قدم اول 2 کیلو آرد میگیرم، علک میکنم. اینالی دوستا همین 1 قاشق غذاخوری خمیر ترش که داریم اضافه میکنیم. نمک خوب به میزان لازم است دوستا، هر چقدر لازم باشه. براتون سوال خلق نشه که نمک چرا زرد است. نمک دریایی است دوستا، از نمک های معمولی کدی فایدش بهتر است، از او خاطر من از استفاده میکنم. حالا خمیر ترش و نمک امروی همی آرد یک دفعه خوب مخلوط میکنیم دوستا که باید گرد بخوره. اگر تو یا اینکه با آب اول خمیر ترش مخلوط کنین دوستا، اگر کدی آرد انداختین اول باید کاملا خوب گرد بتین، بعد از او باز خمیرتان شروع کنین. اگر گرد نکنین باز او خمیر ترش یا مایع خمیر در بعضی جای خمیرتان کلوله میمونه، آب نمیشه. بله، اینا رو دیدین که مایع خمیر امرا با نمک و آرد کاملا مخلوط کردیم. 1 گلاس شیر، 1 گلاس روغن. مدام برنامه ای که قیماق آماده کردم دوستا، دوستای ما خیلی درخواست داده بودن که همه نان را که پخته کردیم میشه خمیرش بر ما نشان بدی. اینا دوستا باز آب کم کم اضافه میکنیم. خمیر چپاتی باید نرم باشد، زیاد سفت نباشه. بیننده عزیز، اینال میبینید خمیر کاملا شل است. روغنی را که اضافه کردیم خیلی مقدار کمی در روی از گلاس جمع شده. این را میگیرم کدش خمیر خوب جمع میکنم. خمیر را باید خوب ورز بدیم، خمیر چپاتی را دوستا. البته هر خمیری را که برای هر نانی که خمیر میکنیم باید خوب ورز بدیم تا اینکه خمیر خوب بافت بخوره. اگر خوب خمیر را ورز ندیم نانش خوبش نمیاد. میبینید بیننده عزیز، خمیر کاملا خوب ورز دادیم. ببینید خمیر کاملا خوب خود جمع کرده. از 1 پارچ یا از 1 جک آب اینی قدرش ماندک، 1 گلاس شیر، 1 گلاس روغن اضافه کردیم. و
روی خمیر مشما عوار کردم دوستا. خمیر مدت یک ساعت استراحت میتونم تا اینکه خمیر کاملا خوب برسه. خمیر یک ساعت استراحت دادیم، ببینید که خمیر کاملا خوب پف کرده، خمیر رسیده. میبینید حالی میخواییم که خمیر زغاله کنیم دوستا. ببینید خمیرش چقدر نرم است. این با شکمک آرد اینجا پاش بتوم. حالا من خمیر زغاله میکنم. البته زیاد کلان کلان نمیگیرم که باز اونانای چپاتیش زیاد دبل دبل میاد. زغالا مدت 10 دقیقه استراحت کرده. حالا میخواییم که بخیر نان شروع کنیم. اول میخواییم که یک چند تا چپاتی پخته کنم، بعد از او باز یک چند تا پنجکش هم میخواییم پخته کنم. داش روشن کردیم دوستا به دمای 250 درجه، طبقه بالا پایینه. پشت نان پخته شوه، امروی نان پخته شوه. البته باید دستکش خود را بکشم دوستان، به خاطر که کد دستکش نمیتونم امیله با اینان خوب بگیرم. دستایم تمیز هستم. باید در پایین زغاله میکردم دوستا در روی آشپزخانه، ولی خب به خاطر سانیا جان در بالا زغاله کردم. سانیا جان هر دقیقه میره میایه بازله میکنه زغاله را، از خاطر در بالا ماندم. خب لبای نانو میگیریم دوستا که نازکتر شوه. بله اینم از نان کراس کردیم دوستا. سینی داش هم در مابین داش هسته که داغ بیایه، میبریم که نان بخیر پخته کنیم. بیننده عزیز سینی داش مانده بودم در داخل داش، کاملا داغ آمده. سینی داش میکشیم یکمک بیرون، نان در پشت سینی داش میزنیم. بسم الله. یکم کلانتر شده نان، میبینید خیلی است، فرقی نمیکنه. باز چی میکنم؟ برگردان میکنم. پرنده عزیز میبینید که نان چطور پف کرده. یک دفعه برگردان میکنیم نان اینطوری. اینال پرنده عزیز میبینید که نان سرخ شده. میبینید هم پشتش هم رویش. ما در بالا پارچه آور کردیم. نان رو میمانم. نان دوم رو میزنیم. بسم الله. بیننده عزیز میبینید داش به دمای 250 درجه هستم. طبقه بالا پایین میبینید روشن است. نانای چپاتی رو پخته کردیم. 4 تا زغاله مانده. میخوایم که 4 تا پنجکش هم پخته کنیم. زیاد نازک نمی کنیم دوستان.
به شکل ما میخواییم که پنجکش جور کنیم. ببینید این حالی در روی ازی یک دو تا خال میزنیم به خاطر که باز زیاد پف نکنه و همه پنجکش خراب میشه. این حالی نان چپاتی یک تای دیگه مانده بود دوستا، ایراست داشت میکشیم. پنجکش را که جور کردیم دستینی داشت میدازیم به این شکل. اینال بیننده عزیز همه پنجکش هم دیدین که یک کمک طرف بود، این را برگردان میکنم ببینید یک کمی که هم میگه رویش خوب سرخ شود. همه پنجکش ها رو میبینید که رویش یک کمک سرخ شده، خیلی مقدار کم رویش همراه آب اسپری میکنیم به خاطر برداختنش. میبینید که نان پخته کردیم همراه با 4 تا پنجکش پخته کردیم. یاری طرف میمونم. این هم نانای چپاتی که آماده کردیم دوستا. و این هم نانای پنجکش که آماده کردیم. ببینید پشت روش پخته شده. شکمک میده شد. همین پنجکشایش هم خوب نرم آمده دوستا. کاملا خوب نرم نرم پنجکشش هم خوبش آمده میبینید. ایش که کاملا داغ هسته. میبینید این هم از پنجکشایش که درست کردیم. هم چپاتش خوبش میایه هم همین پنجکش که پخته کنیم. خب بیننده عزیز و خواهرای گرامیم که درخواست داده بودین، دیدین که خمیر نان چپاتی را آماده کردیم و همچنان چند تا چپاتی پخته کردیم امرا با چند تا پنجکش. دوستا ببینید که چی یک پنجکش های دلکش آمده. امیدوار استم خواهر عزیز این ویدیو را دیده باشی، خمیر چپاتی را آماده کنی، امید تو یک نانای فوق‌العاده و پنجکش های فوق‌العاده آماده کن، امرو با فامیل محترمت بشینید دورمی نوشی جان کنید و مرم دعا کنید. خب دوستای عزیزم هم وطنای گرامی، با تشکر فراوان که با سلامندی کامل نشستین مرا تا آخر ویدیو بیننده بودین. تا یک برنامه دیگه، تا یک ویدیو دیگه، خدایا رو نگهدار شما.